نخستین گروه از پناهجویانی که به عنوان بخشی از معامله جنجالی میان ترکیه و اتحادیه اروپا از یونان به ترکیه بازگردانده شده بودند به یک مرکز نگهداری پناهجویان در شمال غرب این کشور منتقل شدند با این حال سازمان عفو بین الملل نسبت به درمان پناهجویان در ترکیه ابراز نگرانی کرده است رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن اروپا که کاری برای پناهجویان انجام نمیدهد گفت آنها سیم خاردار نصب کردند تا از ورود این انسانها جلوگیری کنند ما نمیدانیم چه تعداد در دریای اژه مردند اما ما صد هزار نفرشان را از دریای اژه نجات دادیم اما اگه انسان ما با قایقهای گارد ساحلی ما آنها را نجات دادیم و به این کار ادامه می دهیم. در جزیره لزبوس یونان و در مرکز موریا بیش از 2600 پناهجو نگهداری می شوند که خواستار بازگشت به ترکیه نیستند. از سوی دیگر پناهجویانی که در مرز میان یونان و مقدونیه موسوم به این دومنی اجازه ورود به مقدونیه را پیدا نمی کنند از مسدود بودن مرزها خشم می‌گیرند. آنها خواستار اجازه عبور از مرز برای رفتن به آلمان هستند